درود به مردم شریف ایران، نوید افکاری هستم. آخرین تیرمون هم که از مجاری قانونی جمهوری اسلامی ایران زدیم اثری نداشت و اعاده دادرسیمون هم رد کرده. این یعنی بعد از 2 سال خونه دیگر خوردن تکلیفمون به قوه قضاییه معلوم شد و قرار من به حکم خالی از شرافت و عدالت قضات پرونده اعدام بشه. نه دادگاهی صدای ما رو شنید و نه اصلا قاضی و مسئول دادخواهی وجود داشت که بخواد به حرفمون گوش بده. اگرم تا الان سکوت کرده بودیم فقط و فقط به امید اجرای عدالت بود و بس. ولی از این لحظه به بعد من و خانواده نیاز به کمک داریم. روی صحبت من فقط با ایران نیست. مخاطب من هر آدمی که دم از انسانیت میزنه و ذره ای از شرافت توی وجودش هست. سکوت شما یعنی حمایت از ظلم و ظالم، یعنی حمایت از اعدام شدن یه بیگناه، یعنی گام به گام نزدیکتر شدن من به چوبه اعدام. شنیده بودم سر بیگناه پای دار میره ولی بالای دار نمیره، ولی دروغه. داریم میبینیم که همش دروغ بوده. به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران یه بیگناه به اسم نوید افکاری داره هر لحظه به تناب دار نزدیکتر میشه و اگه صداشو خفه کنن، اگه تنها بمونه زندگیش ازش میگیرن و آب هم از آب تکون نمیخوره. حالا من از هر انسان آزاده و حق طلب با هر عقیده و مسلکی که هستن میخوام صدای من و خانواده‌ام باشه، چون شرافت انسانی جز با حمایت از حق و عدالت معنای نداره. مردم، من به حکم عقل و انسانیت موظف به حفاظت از جان خودم هستم و از مدارک و مستندات هر آنچه که گواه بیگناهی من موجوده. همه مدارکی که جمع کردیم و مطالبی که دارم میگم برای اینه که اگر من اعدام شدم همه بدونن تو قرن 21 با این همه هزینه و سازوکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره که انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش بشنون اعدام شد. بدونید که آگاه باشید اگر من بیگناه اعدام شدم، عقل و منطق حکم میکنه که این اولین قربانی بی‌عدالتی این بیدادگاه به اصطلاح عدالت محور نبوده. ما به هر زبونی که بلد بودیم و از هر راهی که به ذهنمون میرسید تلاش کردیم. تلاش کردیم حالیشون کنیم که دارید بیگناه میکشید. ولی غافل از این که من و خانواده‌ام از روز دستگیریمون وارد نمایش شدیم که چند تا قاضی و دادگاه ساخته بودن و ما هم عروسکای خیمه شب بازیشون بودیم. الانم نه تریبونی دارم نه پول پارتی. تنها قدرتی که ما داریم انرژی و صدای انسانهای آزادی خواه و ظلم ستیزه.